خب کیو اگر بدی من شروع میکنم، کیو بدی شروع میکنم. با آقای انبری کیو بده یا دو تا کات بکن اگه ضرب میشه شروع کنیم، چون داره میاد ضربه اولو بزنه، داره میاد ضربه اولو بزنه. دو تا کات بکنی من متوجه میشم شروع میکنم. آقا بگو بگو این چیز بگو اون آقا بگو فرضا لطف کن موتور بده. فرضا اگه صدای منو میشنوی لطف کن یه کات بکن من متوجه بشم. مرسی. خب خب همونطوری که خدمتتون عرض کردم، بالاخره ماراتون فوتبال دو تیم ملوان بندر انزلی و استقلال تهران به ضربات پنالتی کشیده شد. مهدی فنونی‌زاده میره برای زدن ضربه اول برای استقلال و بعد از اون این تیم ملوان است که ضربه خواهد زد. یار شش مهدی فنونی‌زاده است که میره با حبیبی صحبت میکنه. حبیبی درخواست توپ رو داره، آقای خوشخان به اون میگه برو تو دروازه بایست. بایستی ببینیم که چه خواهد شد. حالا نیمی از جمعیت حاضر به از ورزش در ورزشگاه رفتن اون طرف. ببینیم فنونی‌زاده چی میکنه. فنونی‌زاده برای زدن ضربه، ضربش رو میزنه و ضربه اول فنونی‌زاده تبدیل به گل میشه در خلاف جهت حرکت محمد حبیبی. فنونی‌زاده شاد و خوشحال برمیگرده. حالا عابدزاده به درون دروازه استقلال خواهد رفت و محمد احمدزاده گلزن تیم ملوان برای زدن ضربه اول اقدام خواهد کرد. بسیار راحت فنونی‌زاده ضربه اول رو زد. خب عابدزاده میره توی دروازه جای میگیره، احمدزاده میره با شماره 10 توپ رو بکاره. اگر احمدزاده این ضربه رو به ثمر برسونه روحیه ملوانی ها بالا خواهد رفت، ولی اگر از دست بده قطعا عابدزاده روحیه بهتر و یاران بعدی ملوان مشکل بیشتری برای ضربات دارن. حالا احمدزاده میزنه توی دروازه، توی دروازه فریب میده احمد رضا عابدزاده رو. گویی این دو تیم در ضربات پنالتی هم میخوان یک ماراتون رو به وجود بیارند. بعد از احمدزاده این صادق ورمزیار هستش که میره ضربه رو بزنه. یه بار دیگه حبیبی توی دروازه قرار گرفته و ورمزیار برای زدن ضربه اقدام خواهد کرد. دروازه‌بان ملوان این هم ورمزیار که پشت توپ قرار میگیره، نگاه میکنه وضعیت احمدزاده رو، حبیبی رو، و ورمزیار بایستی که ضربش رو بزنی. منتظر سوت خوشخان هستیم. اینم آقای آرسته فنایی هم اون طرف حضور داره. حالا ضربه رو بایستی که بزنه ورمزیار. حبیبی مترسل دریافت تو میزنه توی دروازه. ضربه رو شناخت، ضربه رو شناخت، اما نتونه سوت رو به اونجایی که میخواد بزنه و بگیره توپ رو. حبیبی ضربه ورمزیار جون بیشتری رو داشت و توی دروازه به تور بوسه زد. خب قایقران میره ضربه دوم رو بزنه. این ضربه هم همانند ضربه اول حساس و نفسگیره. سیروس قایقران خودشو نزدیک میکنه به توپ، توپ رو میکاره. شلوغی اینجا به حدی هستش که مشکلات زیادی رو هم برای ما در امر گزارش مهیا کرده. حالا قایقران میزنه و توی دروازه جای میده ضربش رو به راحتی و عابدزاده رو مقهور خودش میکنه. دو 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 تیم. کرکری های عابدزاده و قایقران هم شنیدنی و دیدنی است. و یاری که به همراه هم به همراه پرچم سبز و سفید و قرمز جمهوری اسلامی ایران دور افتخار رو در پکن زدن، در ضربات پنالتی زدن و گرفتن، شنیدنی و دیدنی است. قلعه نوعی پنالتی سوم. حبیبی یه بار دیگه توی دروازه میسته.
قلعه‌نویی آماده میشه، حبیبی هم همینطور، حالا برای زدن ضربه ضربش رو میزنه و به راحتی حبیبی رو جا میذاره. دروازه‌بان ملوان نتونسته تا الان در مقابل هیچ کدوم از ضربات یاران استقلال خودی نشون بده و کار رو صورت بده. حالا قنبرنژاد میره از ملوان، حسین قنبرنژاد برای زدن ضربه سوم. پایا پای هم دو تیم ضربه میزنند. یار هفت ملوان، حالا همه هم عابدزاده رو تشویق میکنند. احمد رضا عابدزاده، اینم قنبرنژاد و توپش رو به خوبی به کنج دروازه میزنه و علی‌رغم شیرجه خوب احمد رضا عابدزاده این توپ به تور دروازه استقلال بوسه میزنه. میره صمد مرفاوی بخت خودش رو آزمایش بکنه. حالا این ضربات آخر حساسیت خاصی داره، اگر یک کسی نتونه یک ضربه رو بزنه اون وقت دیگه مشکل دوچندانه، چرا که ضربه دیگه برای جبرانش نیست. ببینیم مرفاوی با حبیبی و دروازه 7.32 و این همه چشمی که منتظر زدن این ضربه هستن چه خواهد کرد. حالا سوت خوشخان و ضربه مرفاوی تبدیل به گل میشه. چهارمین پنالتی رو هم استقلال به ثمر میرسونه، ضمن اینکه حبیبی واکنش مناسبی رو در هیچ کدوم از ضربات پنالتی که زده شده از طرف یاران استقلال نشون نداد. حمید محمدیان برای زدن ضربه چهارم اقدام خواهد کرد. ببینیم محمدیان با این توپ چه خواهد کرد. گفتم ضربات حساسی هستش و اگر ضربه‌ای هدر بره دیگه جبران کردن او مشکل هست. ببینیم محمدیان با توجه به اینکه در یک گروهی که در وقت اضافی دوم اومد وضعیت زیاد خوبی رو نداشت در مقابل عابدزاده، با توجه به روحیه‌ای که از محمدیان سراغ داریم چه خواهد شد. میره محمدیان برای زدن ضربه، حالا میزنه و او خوب میزنه محمدیان و عابدزاده رو تسلیم میکنه. خب به پنجمین ضربه میرسیم، سرخاب، عباس سرخاب خیلی هم چی میشه گفتش که دل و جیگر میخواد این ضربه پنجم رو زدن، برای اینکه این ضربه اگه زده بشه ملوان نزنه استقلال قهرمانه و اگر سرخاب نزنه ملوان بزنه اون وقت کار برعکس خواهد شد. ببینیم بالاخره این دو تیمی که تا پنجمین پنالتی هم دست از همدیگی بر نمیدارن و تلاش پایاپای و نفس به نفسی رو دارن چه خواهند کرد. سرخاب 15، سرخاب حالا میره برای زدن ضربه، ضربش رو میزنه و این بار هم حبیبی عکس العمل مناسبی رو صورت نمیده و به راحتی تسلیم ضربه عباس سرخاب میشه. بهروز پرورشگاه، خب این نقطه عطفی است در این ضربه، اگر این ضربه رو پرورشگاه نتونه که بزنه اون سر 20 دقیقه طلا شد، اون ضربات پنالتی که زده شده همه به باد میره. عابدزاده اینو بهتر از همه میدونه. ببینیم چه میکنه پرورشگاه، میزنه و توی دروازه. اینجا هم کار به وقت اضافی میکشه، پنالتی رو هم دو تیم به وقت اضافی میکشونن. حالا هر کدوم از دو تیم یک نفر رو معرفی میکنه، انقدر ضربه میزنن تا تکلیف کار معین بشه. ببینیم یار منتخب استقلال کیست. بله، هر دو تیم 5 ضربه رو زدن، هر 5 ضربه هم به تور بوسه زده. این بار شاهرخ بیانی است که برای زدن ضربه اقدام خواهد کرد.
شاهرخ بیانی دیگه از این به بعد هر ضربه سرنوشت سازه، یعنی هر ضربه ای هدر بره یا دروازه‌بانی بگیره کار تمومه. ببینیم شاهرخ چه میکنه. میره ضربه‌ش رو هم میزنه، به تیر دروازه میخوره، به ثمر نمیرسه ضربه شاهرخ بیانی. حالا اگه ملوان این ضربه‌ش رو بتونه بزنه، اون وقت علی‌رغم همه تلاش یاران استقلال، این ملوان هستش که عنوان قهرمانی جام حذفی رو خواهد داشت. ضربه کاپیتان استقلال به تیر دروازه میخوره و حالا کاپیتان ملوان هستش که باید ضربه سرنوشت ساز رو در مقابل بهترین دروازه‌بان آسیا بزنه، یعنی احمد رضا عابدزاده. کار عابدزاده بسیار مشکل هستش برای گرفتن این ضربه. خوشخان سوت همه مترصد کار، ببینیم چه میکنه با این توپ. فرصت توی دروازه، توی دروازه، و به این ترتیب ملوان ازلی عنوان قهرمانی جام حذفی باشگاه‌های کشور رو با شکست دادن تیم‌های استقلال و پیروزی به دست میاره. مزد زحماتی رو که این تیم کشیده به دست میاره و به این ترتیب به عنوان اولی تیم حذفی باشگاه‌های کشور دست پیدا میکنه. ما امیدوار هستیم که دیداری که براتون گزارش و انتخاب کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اجازه میخوام صحبت کوتاهی رو با آقای صالح نیا داشته باشم. آقای صالح نیا، ضمن تبریک، تیم استقلال رو دیدیم، دو تیم پایا پای نبرد خوبی رو داشتن. به عنوان حسن ختام برنامه چه صحبتی رو برای بیننده‌های ما دارید؟ آقای صالح نیا، من فقط اینقدر خوشحال هستم که میتونم بگم بچه‌های تیم زحمات طاقت فرسای یک سالشون رو با این بازی خوب، با این پیروزی مزدشون رو گرفتن. من از همه شون تشکر میکنم. خب ما ضمن تبریک به آقای صالح نیا، از همه شما عزیزان که ما رو در طول این دیدار همراهی و یاری کردید تشکر میکنیم، از همکارانمون تشکر میکنیم و امیدوارم سال آینده سال خوب و خوشی برای همه شما عزیزان باشه. شبتون بخیر، خدا نگهدار.